خب پس هیچ جزئی به خودی خود وجود نداره، پس سازمان باید بدونه که به تک تک اجزایش محتاج و نیازمنده و مجموع این اجزاست که در واقع یک شخصیت رو میسازه. حالا خود اکوسیستم اگه شخصیت داره، چه عامل قیاسی در کنارش هست که شخصیت داره؟ خب پس به جهانهای موازی و جهانهای مجاور اونا میرسیم، اونا تو پرانتزی. بعد خودش یه بحثای دیگه داره. پس قطعا اکوسیستم ما چون میبینیم هویت داره، رفتار داره و مدیریت داره، باید عوامل دیگه‌ای در کنارش خابیده باشن که خودش هم هویت داشته باشه. بنابراین جهان‌های موازی و جهان‌های مجاور و یه سری عوالم دیگه پیدا میشه که از بحث ما خارجه و جداگانه بحث دیگه رو میپذیره. خب قبل از اینی که انسانی وجود داشته باشه، بی نهایت کاراکتر طراحی شده. حالا میام رو زمین. روی زمین به هر به اصطلاح جزئی که نگاه بکنیم، حالا بیام سراغ گیاهان، حیوانات و یعنی قبل از انسان، میبینیم که اکوسیستم اومده در هر جزء خودش یک کاراکتری رو خوابونده. خب مثلا میگیم اسب، اسب حیوان نجیبی است. خب میگیم سگ، میگیم گربه، در واقع میگیم یک سوسمار، وقار یک تمساح، خب درنده خویی یک گرگ و همینطوری چیزهای مختلفی رو به هر جای، به هر گلی، به هر نمیدونم دونه کشی و قابلیت تلمبار کردن یک مورچه و مدیریت یک موریانه و نمیدونم میل به تولید موثر یک زنبور عسل و اینا کاراکترشه. یعنی تا بگیم زنبور عسل، میدونیم زنبور عسل هویتش چیه، مسائلش چیه، شخصیتش چیه، همه چیش برای ما مشخص و معینه. میلیون ها سال کار کرده، همه این کاراکترها رو جمع کرده، آورده یه جا گذاشته، یه جا گذاشته، اینا رو اکوسیستم کرده. اکوسیستم مرگ و زندگی رو طراحی میکنه. اکوسیستم خیلی خیلی مسائله که بعد من خدمتتون آخر دفعه هم یک تو پرانتز یک قیاسم با دیدگاه‌های مذهبی هم می‌کنم، یه موقع تصور به اصطلاح ماتریالیستی از این بحث‌ها پیدا نشه که قضیه از چه قراریه و اراده خداوند چگونه مرحله 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 میاد و پدیدار میشه و ظاهر میشه و این در واقع در مهندسی خلقت طراح چگونه طراحی کرده و طرح خودش رو پیاده که به مورد اجرا گذاشته و برای پیاده شدن هر چیزی اسباب وسایل اون رو چگونه طراحی کرده که همه اونها برای ما درس هایی است. خصوصا اگر ما بخوایم بیایم در باب مدیریت و در چیزهای دیگه‌ای از این کتاب هستی، کتاب اون مهندس طراح، چگونه این کتاب رو باید به اصطلاح بخونیم. به نزد آن که جانش در تجلی است، همه عالم کتاب حق تعالی است. این کتاب بدون خوندن این کتاب خیلی از مسائل ما به لجبات با فکر خودمون جلو میره، فکرهای ما هم، فکرهای بشری هم عمدتاً اشکال پذیر خواهد بود. خب به هر صورت میلیون ها سال تلاش اکوسیستم برای اینه که جا به جا شخصیت ها و رفتارهای مختلفی رو تعریف بکنه، بعد یک کاسش بکنه، بیاره بذارش در یه جا. و برای اینه که حالا این همه شخصیت با هم جمع ازداده، خب جمع ازداده، به قول معروف گرگ و بره با هم جمع نمیشه، ولی کاراکتر اینو آورده گذاشته، کاراکتر اونم آورده گذاشته، اینجا ما شدیم پیمانه جمع ازداد، یعنی همه زده رو آورده گذاشته اینجا. خب گفته همه اینا من تقدیم به تو میکنم. خب میگه آقا من با این همه چیکار بکنم؟ این ورش که گرگ، اون ورش که بره است، اینش که عقربه، اونش که، خب من با این همه شخصیت چیکار بکنم؟ گفته خودت میدونی. خب خودت میدونی، من به تو اختیار میدم، هر کدومه که دوست داری خب بیار رو ازش استفاده کن، ببین کدوم به دردت میخوره.
من شخصیت عقرب رو ثابت قرار دادم. اون دیگه نیش عقرب نه از رای کین است، اقتضای طبیعتش این است. خب من اونجوری کردم، تو چی میخوای باشی؟ تو میخوای در این جهان هستی که من محصل همینا رو به تو گذاشتم، تو چه کادویی میخوای به عالم هستی بدی، به جهان هستی بدی؟ برای هستی تو چیکار میخوای بکنی؟ من همینا رو دادم به تو، ببینم تو چیکار میخوای بکنی، کدوم خوبه کدوم بده، چیکار میخوای باهاشون بکنی. خب پس یک مدیریت خاصی اینجا پیدا میشه. خب که این مدیریت میخواد بگه که من از همین داشته های خودم چگونه باید استفاده بکنم، این داشته های خودم رو چطوری به کار بگیرم، چگونه خلاصه باش اینا رو هندل کنم و از توش یه چیز خوبی در بیارم بیرون. خب بعد میاد موضوع خودشناسی و همه ماجراها برای اینه دیگه، برای اینه که ببینیم که من کیستم. خب من کیستم و از این من کیستم یک به اصطلاح نتیجه خوبی من ازش به اصطلاح بگیرم.